الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله ولا إله إلا الله الله يا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم. با عرض سلام و ادب و احترام در خدمت شما هستیم با برنامه اذکار آسمانی. در این جلسه 38مین ذکر شریف رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد و قبل از اون یادمون باشه که در آیات شریفه قرآن مجید توصیه به خواندن خدای متعال و اسماء نیکوی او توصیه خدای متعال است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و لله الاسماء الحسنا فدعوه بها. و همچنین که توصیه شده که بندگان بسیار یاد خدا کنن، زیاد خدا رو یاد کنن، اذکر الله ذکرا کثیرا و نیز و اذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. بسیار یاد کنید خدا رو، باشد که شما رستگار گردید. که بدانیم که آیات الهی در این باب توصیه های بسیاری دارد که اینها نمونه هایی است که حضورتون عرض میشه که این چند آیه قرائت شد. اما باز توجه به اموری در باب ذکر و دعا رو نباید فراموش کنیم و در هر جلسه متذکر میشیم به جهت اهمیت موضوع، چرا که تأثیر ذکر و دعا عرض میشود که نسبت به اون به این شرایط بسیار مهمه. یعنی اگر انسان با قلب غافل، با دل غافل، بدون هیچ توجهی، گاهن ممکنه میگه آقا سال هاست مثلا من دعا میکنم، ذکر میگم، هیچ نتیجه نمیبینم، نه قلبم روشن شد، نه توجهی مثلا برای ما آمد، نه روحم صفا و جلا گرفت. خب اینها رو ببینید، باید با توجه به آداب و شرایط اون باشه و شخص ببینه واقعا الان در رعایت حدود الهی چه جایگاهی واقعا داره، چقدر رعایت میکنه نسبت به لقمه حرام، نسبت به ظلم و تعدی در حق دیگران، توجه و حضور قلبش چگونه است. لذا انسان گاهن خودش رو محروم میکنه با بیتوجهی یا با بیتقوایی یا با عرض میشه که گرفتار معاصی و گناهان شدن و توبه نکردن، یا اینکه در مقابل خدای متعال خدای نکرده با تکبر می ایسته، با تکبر دعا میکنه، با تکبر ذکر میگه. لذا اینها اموری است که باید نسبت به اونها دقت داشته باشیم. 16 امر اینجا ملاحظه میفرمایید که دیگه عرض میشه که چون در جلسات متعدد اشاره میکنیم و متن رو دارید، دیگه مکسی نمیکنیم روی اونها. اما ذکر شریفی که در این جلسه تقدیم حضور میشه برای غلبه بر دشمنه. خب انسان ممکنه در طول زندگیش هر کسی به نحوی یه دشمنی داشته باشه، حالا و از او هم یک آزار و اذیت‌هایی ببینه و مغلوب او شده باشه. برای اینکه انسان عرض می‌شود که بر دشمنش غلبه پیدا کنه، این ذکر شریف رو علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در زاد المعاد این فقره 32 از دعای عظیم الشأن جوشن کبیر رو ایشون توصیه می‌فرمان. للغلبه علی الخصم، برای غلبه بر خصم، بر دشمن، که او بر ما غالبه، نه ما بر او غالب بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک باسمک یا احد و یا واحد و یا شاهد و یا ماجد یا حامد و یا راشد و یا باعث و یا وارث یا ضار و یا نافع، سبحانک یا لا اله الا انت الغوث الغوث
خلصنا من النار یا رب. خب این فقره 32 از دعای عظیم الشأن جوشن کبیر رو برای غلبه برخاست، انسان ناراحت از دست دشمن، یک کسی که با عداوت می‌ورزه، عرض میشه که نگه حالا یه وقتی مثلا مال طرف رو خورده و میگه با مال ما رو بده، عرض میشه زنگ میزنه یا مثلا سراغ او میاد بگه بابا تو هم دشمن جان ما شدی. اون کسی که طلبکار انسانه یا اون کسی که ما حقی از او خوردیم، خب باید عرض میشه که حقش رو بدیم، اون مشکله رو حلش کنیم. دشمن اون کسی است که به ظلم و تعدی بر انسان داره کاری رو انجام میده. پس بنابراین للغلبت علی الخاص. اما ترجمه این فقره از دعای عظیم الشأن جوشن کبیر: به نام خدای بخشنده مهربان، خدایا از تو درخواست می کنم به نامت، یکتا، یک خدا فقط هست، یگانه است، یکتاست، خدای دیگه نیست. ای یگانه، ای گواه، ای بزرگوار، خیلی بزرگوار خدای متعال جلت عظمتو، ای ستایش پذیر، ای راه نما، ای برانگیزنده، ای میراث برنده، تمام اون چیزی که در عالم خلق فرموده، از مالها، از ثروتها، از گنجها و گنجینه ها، تمام اشیا اوست که در آخر همه اینها رو به میراث خواهد برد. یعنی هیچ کسی هیچ چیزی رو از این مال و اموال و سرمایه های دنیا رو خلاصه نمیتونه با خودش ببره به اون عالم مگر به واسطه اعمال نیک و اعمال خیر. ای میراث برنده، ای زیان رسان، اونهایی که خلاصه راه کفر رو در پیش میگیرن، راه عرض میشه که انسانیت رو کنار میگذارن، در مقابل خدا میستن، اونها از زیان خدا در امان نیستن. ای زیان رسان، ای سود بخش، منزهی تو، ای که معبودی جستو نیست، فریاد رس، فریاد رس، ما رو از آتش برهان، ای پروردگار من. پس این فقره از دعای عظیم الشأن جوشن کبیر برای غلبه بر دشمنه که انشاءالله خدا او رو خار و ذلیلش کنه و انسان رو بر او مسلط کنه و غالب کنه او رو بر دشمن. فقره 32 از دعای عظیم الشأن جوشن کبیر. و انشاءالله دقت هم داشته باشیم به مضامین این اسماء مقدسه الهی و عرض می شود که اما تکرارش هم به هر مقداری هر چه بیشتر بهتر، یعنی هر مقدار انسان می تواند این اذکار رو بگه. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.